Sarah de Chabarro. کابل زیر باران موشک، دست کم 8 نفر کشته شدند. یکی از راکت‌ها به سفارت ایران خورد. اولین روز از دور تازه محدودیت‌های کرونا در شهرهای ایران، خیابان‌ها اما همچنان شلوغ و پرتردد. آغاز اجلاس سالانه 20 کشور ثروتمند جهان به میزبانی ریاض، پادشاه عربستان خواستار دسترسی همگانی به واکسن کرونا شد. و از برگزیت تا کرونا، عواملی که نظر اسکاتلندی ها را درباره استقلال از بریتانیا عوض کردند. سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. صبح امروز در افغانستان اصابت 23 راکت به بخشی از شهر کابل اهالی پایتخت رو وحشت زده کرد. وزارت امور داخله گفته دست کم 8 نفر در این حملات کشته و 23 نفر زخمی شدند. سفارت ایران در کابل گفته یکی از این راکت ها در محوطه‌اش فرود آمده و ترکش های اون به ساختمان اصلی، پنجره ها، تاسیسات و تجهیزات سفارت آسیب زده، اما خسارت جانی در پی نداشته. طالبان دست داشتن در این حملات رو رد کرده. روی این رهنوش گذاشت میداد. ثانیه های پس از برخورد یکی از موشک ها. اما وسعت وحشت صبح امروز تنها به یک بخش پایتخت خلاصه نمی شود. وزارت امور داخله گفت 7 موشک در حوزه 10، 5 موشک در حوزه 2، 4 موشک در حوزه 11، 3 موشک در حوزه 15 و 2 موشک در حوزه های 16 و 9 فرود آمدند. منابع گفته اند یکی از موشک ها در کاخ ریاست جمهوری برخورد کرده. سفارت ایران در کابل هم از برخورد یک راکت در محوطه اش خبر داده، اما گفته تلفاتی در پی نداشته. از یک طرف موشک های امروز برای بسیاری از باشنده های کابل خاطرات روزگار جنگ های داخلی را تازه کرد. از طرف برای دومین بار است که با چنین روش از یک ساحه حمله صورت می گیره. سوال اصلی ای هست که چرا به چنین چیزی توجه نشده و موتر که ازش استفاده شده چگونه از این همه موانع امنیتی گذشته و در ساحه مستقر شده؟ موشک ها از ساحه تهیه مسکن در حوزه 17 امنیتی کابل شلیک شدند. این خودرو است که از آن به عنوان اسلحه پرتاب موشک ها استفاده شده. شیوه نسبتا جدید حمله که به نظر زیاد فنی و دقیق نیست، اما در هر جای می تواند به هدف بخورد و قربانی بگیرد. مثل این خواهر و برادر که وقت همسایه ها برای نجاتشان دست به کار شدند، کار از کار گذشته بود. گفته می شود مادرشان هم زخمی شده. دولت تقصیر این حمله را هم به گردن طالبان می اندازد. این عمل شنی طالبان تروریست ضعف و شکست این گروه را نشان می دهد و دشمنی آشکار با یک ملت است. انتقام این عمل شوم تروریستی از طالبان گرفته خواهد شد. اما طالبان گفته شلیک های کورکورانه بر مجتمعات عام را اجازه نمی دهد. رویدادهای امروز کابل واکنش های زیاد به دنبال داشته، از جمله ارگ ریاست جمهوری محکوم کرده و دستور بازداشت و مجازات عاملان را داده. سفارت آمریکا گفته افغان ها نباید در وحشت زندگی کنند. سفارت بریتانیا، اتحادیه اروپا و وزارت خارجه پاکستان هم ابراز غم شریکی کردند. حملات امروز کابل همزمان شد با روند رایدهی مجلس نمایندگان به 10 نامزد کابینه از جمله 2 وزیر امنیتی.
نامزد وزیر وزارت دفاع ملی. اسدالله خالد وزیر دفاع و مسعود اندرابی وزیر امور داخله. 124 125 هر دو نامزد رأی اعتماد گرفتند. این در حالی است که افزایش خشونت‌های هفته‌های اخیر در افغانستان انتقادهای زیادی را به دنبال داشته. خشونت‌هایی که این روزها شیشه امید مردم برای داشتن یک آینده خوب را هم مکدر کرده. روین رهنوش، بی بی سی، کابل. مسعود کروخی عضو مجلس نمایندگان افغانستان از کابل به ما پیوسته. خانم کروخی، خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادید. حالا که طالبان مسئولیت رو به عهده نگرفته، فکر میکنید کار چه کسی میتونه باشه؟ البته که دولت اصرار داره که کار طالبان. بدبختانه دیگه روزی از این بدتر به سر مردم افغانستان و خصوص شهر کابل دیگه فکر نکنم که از این روزی بدتر بیایه، که شما هم شاهد بودیم از طریق رسانه ها. ما نمیدانیم اکثر وقایعی که اتفاق میفته طالبا انکار میکنن و حکومت افغانستان بدون سند و اسناد و دلایل همواره تاکید داره که طالبا هستن. اگر واقعا شما این همه استخبارات قوی داریم، امروز موترام مملو از راکت در شهر، بازارهای عمومی آزادانه اینا رفت و آمد میکنم و مناطق را هر گوشه و کنار که دل ناخواسته باشه مورد راکت افکنی قرار میدم. اما استخبارات افغانستان خبر نداره، حتی نمیتونه که جلو از اینا بگیره. موترهای عادی دانه و دانه تلاشی میکنه، اما از این موتری که هم از طریق رسانه ها دیدیم شگفت زده شدیم، اونا نمیتونم اون ببینم. باز وقتی که میخوام تاکید کنم که طالبا کرده، باید به مردم دلیل بیاریم، باید شواهد و اسناد بر مردم بیاریم. این وضعیت دیگه برای مردم افغانستان غیر قابل تحمل و غیر قابل قبوله. حکومت اگر واقعا میتونه امنیت مردم تامین کنه که این بیایی به میدان، و اگر نمیتونه از مردم معذرت بخواه و مردم به حال رها کنه. شما... این چی وضعیته؟ خانم کروخی، امروز شما در مجلس رأی دادید به وزرای پیشنهادی دولت و همزمانی این حملات با اون رأی که شما به 10 وزیر امروز دادید و تایید کردید در دولت، به خصوص در زمینه مسائل امنیتی، وزارت داخله، وزارت دفاع، بحث برانگیز هست. خودتون چه فکر میکنید؟ ما فکر میکنیم که شما ببینیم چنان وضعیت در افغانستان، خصوصا مسئله حکومت داری، چنان به هم ریخته و آشفته شده که تقریبا 9 ماه میشه که ما قوه مجریه کاملا فلج داریم. سکتورهای امنیتی ما که باید رای مردم، مشروعیت خود از مردم بگیرم، اینا ندارم. اینا همه سرپرست هستم. چند تا نفر خاص که در اطراف رئیس جمهور همواره در امورات امنیتی در کار از اینا مداخله میکنه. بالاخره وکیل صاحبای افغانستان به این نتیجه رسیدم که یگانه رایت همی است که همی افراد کابینه هم خود شما میدانیم که یک کابینه ائتلافی هسته و هر کس به سهم خود افراد در اینجی معرفی کرده. بنابراین اگر مثلا یک ده کسا، خصوصا سکتور امنیتی، اکثر وکیل صاحبا به این نظر میدم که به هر رقم می شما باید برای از اینا رای بدیم که اینا همون مشروعیت و قدرت مردمی با خود داشته باشن که افرادی که اصلا به اونا هیچ ارتباط نداره در تمام مسائل امنیتی، مسائل سیاست خارجی، در مسائل مثلا وزارت مالیه به نحوی مداخلات می کردم. امروز اما به هر حال شما به اونها رأی دادید و اونها رو به عنوان وزیر تایید کردید. کدوم یکی از این افراد بحث بیشتری بر سرشون بود و ممکن بود که رأی اعتماد نگیرن؟ بیشتر همه سکتور امنیتی و بعضی مثلا وزارت خارجه، وزارت مالیه، سکتورهای امنیتی به نحو چیزهای گفته میشد که دستان کار میکنه که اینا رأی اعتماد مردم یا نماینده ها رو به دست نیارم. روی همین ملاحظات وکیل صاحبا تصمیم گرفتم که اول از این که قوی مجریه از این وضعیت آشفتگی نجات بدم، و دوم از این که لااقل وقتی که یک وزیر قدرت مردم و صلاحیت مردم به او تفویض و واگذار شه، اینا بتونن با قدرت بیشتری
امورات امنیتی با طرح و برنامه‌ای که خودشون دارم بتونم لااقل کاری بکنم برای تامین امنیت. حالا شما می‌بینیم وزیرا سکتورهای امنیتی به جا گذاشته شده، امروز شورای امنیت و معاون اول تصمیم گیرنده هسته، کاملا امو سکتورهای امنیتی ما که اعضای کابینه هستم هیچ نقش کلیدی ندارم. این برای اعضای ولیسی جرگی افغانستان این تحمل عزی برای مردم خیلی مشکل است که کسایی که در چوکات قانون اساسی صلاحیت تامین امنیت دارم اونا هیچ نقش ندارم، هیچ صلاحیت ندارم. تصمیم گیرنده ولی اداره امور شورای امنیت است و معاول اول. این وضعیت افغانستان در یک سردرگمی برده که واقعا این وضعیت رو میبینیم امروز. امروز میبینیم شما این قیامتی بزی ولایت کابل به شهر کابل امروز افتاد. ممنونم از شما. همه ما عزادار و دابدار هستیم. من ببخشید وقت بیشتری نداریم. مسعوده کروخی عضو مجلس نمایندگان افغانستان از کابل. چند خبر کوتاه. محسن بهاروند معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه ایران کانادا را متهم کرده که سرنگونی هواپیمای اوکراین را بهانه‌ای برای به گفته او سیاسی کاری قرار داده. اوکراین پیشتر از وقت‌گشایی مقام‌های ایران در این زمینه انتقاد کرده بود. هواپیمای اوکراین بیش از 10 ماه پیش با 2 موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشین آن کشته شدند. مقام‌های ایران 3 روز علت این حادثه را پنهان نگه داشتند. هنوز هیچ یک از عوامل این فاجعه محاکمه نشدند. در ایران از بازداشت ناهید تقوی شهروند 66 ساله ایرانی آلمانی 35 روز گذشته. مریم کلارین دختر خانم تقوی در توییتی نوشته که مادرش در زندان اوین همچنان در بازداشت و به گفته او بازداشت غیرقانونی است و به داروهایش برای فشار خون بالا هم دسترسی ندارد. خانم کلارین از دولت آلمان و جامعه جهانی خواسته برای آزادی مادرش تلاش کنند. پرستو فروهر میگوید امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا امکان برگزاری مراسم برای پدر و مادرش را ندارد. خانم فروهر فرزند پروانه و داریوش فروهر است که هر سال اول آذر همزمان با سالروز قتل پدر و مادرش به ایران میرود تا مراسمی به یاد بودشان برگزار کند. پروانه و داریوش فروهر 22 سال پیش توسط ماموران امنیتی در خانه خود در تهران به قتل رسیدند. ایران از امروز محدودیت‌های جدیدی برای مقابله با کرونا به اجرا گذاشته. بعضی رسانه‌های ایرانی می‌گویند این محدودیت‌ها چندان هم رعایت نشده، در مواردی از سر نیاز و در برخی موارد شاید از سر بی‌مبالاتی. در این بین دولت وعده داده به خاطر تعطیلی بعضی مشاغل به حدود 30 میلیون ایرانی کمک هزینه بده. مقام‌های ایرانی همچنان اصرار دارند که دورهمی‌های خانوادگی دلیل اصلی شیوع گسترده کرونا است. جزئیات بیشتر در گزارش فرین آسمی. اول آذر ترافیک در تهران بارانی، روزی که قرار بود آغاز محدودیت‌های تازه برای مبارزه با کرونا باشد، یا آنطور که دولت ایران میگوید تعطیلی هوشمند شهرها بسته به شرایطشان. شما الان با هر کی صحبت کنی میگه من شغلم خدماتی، باید بیام سر کار. یعنی اصلا این تعطیلات برای این بود به مردم بگیم آقا این مسئله ویروس کرونا خیلی جدیه. همین دولت همچنان اصرار دارد مسافرت، مهمانی و شرکت در مراسم ختم دلیل شیوع گسترده کرونا است. الان اون مقداری که کسب و کار مشکل درست کرده برای این بیماری خیلی بیش از اون دور همی‌ها ایجاد کرده. اما غم نان برای تعداد زیادی از مردم واقعی است و حیاتشان بستگی به درآمد روزانه دارد. یک کیلو چیزمو نفروشم شب گرسنه‌ام. راضیم شاید کرونا بگیرم خب، ولی راضی نیستم خانواده‌ام تو عذاب باشن. این هم تصاویری از بازار تهران. امروز اول آذر، اولین روز شروع محدودیت‌ها و روایتی از یک شهروند تهرانی. مغازه‌ها به ظاهر بسته است ولی خب رفت آمد میشه. خیلی از مغازه‌ها کرکره‌هاشون رو می‌کشن پایین و بعدش می‌کشن بالا. دولت اما گفته به کسانی که کسب و کارشان تعطیل شده کمک مالی می کند. کمکی که خیلی ها می گویند کفاف زندگیشان را نمی دهد. یکی این است که شبیه اون 1 میلیون تومانی که پرداخت شد به خانوارها، به این 30 میلیون نفر به خانوارشون تخصیص پیدا خواهد کرد
و دوم به مدت از آذر ماه تا پایان سال ماهانه به هر کدام از اعضای خانوار معادل 100 هزار تومان به سرپرست خانوار پرداخت میشه. سخنگوی وزارت بهداشت میگوید در شبانه روز گذشته 431 نفر دیگر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادند. نزدیک به 13 هزار نفر هم مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند. بسیاری از مقام‌های بهداشتی میگویند آمار واقعی 2 تا 3 برابر آمار وزارت بهداشت است. ستاد ملی کرونا شهرهای مختلف ایران را به 3 گروه قرمز، نارنجی و زرد تقسیم کرده. رئیس کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته اگر در شهری به ازای هر 100 هزار نفر در روز 4 بیمار مبتلا به کرونا شناسایی شوند، وضعیتش زرد است. در صورت رسیدن آمار مبتلایان به 6 نفر در روز، وضعیتش نارنجی می شود. اگر در شهری به ازای هر 100 هزار نفر روزانه 10 نفر مبتلا به کرونا شناسایی شوند، وضعیت این شهر قرمز می شود. 27 استان ایران در وضعیت قرمز ارزیابی شدند. بر اساس طرح جدید در شهرهای قرمز به جز مشاغل رده 1 بقیه تعطیل شدند. ساکنان شهرهای قرمز و نارنجی اجازه ورود به دیگر شهرها را ندارند. ورود افراد غیر بومی به شهر قرمز و تردد از شهر قرمز به دیگر شهرها 1,000,000 تومان جریمه دارد. ورود افراد غیر بومی به شهر نارنجی و تردد از شهر نارنجی به دیگر شهرها 500,000 تومان جریمه دارد. وسایل نقلیه شخصی پلاک تهران که به شهرهای دیگر بروند هر 24 ساعت 1,000,000 تومان جریمه می شوند. در 24 ساعت گذشته 2 مدیر در وزارت بهداشت استعفا کردند. استعفای آنها به دنبال انتقاد وزیر بهداشت از وضعیت تحقیقات سلامت در ایران بوده. علی نوبخت حقیقی، نائب رئیس و دبیر شورای مشورتی بیماری کرونا، یکی از 2 مدیری است که در واکنش به این سخنان استعفا کرده. دیگری رضا ملکزاده است، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ایران. دولت ایران بعد از 1 ماه مخفی کاری تایید کرد که کرونا وارد ایران شده. ماها هم در برابر درخواست‌های قرنطینه مقاومت کرد. منتقدان میگویند دولت و ستاد مقابله با کرونا نتوانستند تصمیم‌های موثری برای کاهش ابتلای مردم به کرونا بگیرند. دولت رعایت نکردن مردم را دلیل اصلی شیوع کرونا می‌داند. مردم اما میگویند مشکلات اقتصادی اجازه ماندن در خانه را به آنها نمی‌دهد. فعلا اما کرونا همچنان قربانی می‌گیرد. فرین عاصمی، بی بی سی. هرمز شریفیان روزنامه‌نگار از تهران با ما هست. آقای شریفیان، در گزارش فرین هم شنیدیم که عملا مسئولان مردم رو باعث گسترش کرونا میدونن، اما نامه‌ای منتشر شد از یکی از معاونان وزارت بهداشت بعد از اینکه استعفا داد که مسائلی رو در اون مطرح میکرد و انتقادهایی رو از وزارت بهداشت. چقدر اون انتقادها بین مردم هم هست و شنیده میشه؟ با سلام خدمت شما، من ابتدا باید عرض کنم که در مورد این محدودیت و این وظیفه دارم بگم که به هیچ عنوان امروز تهران تعطیل نبود. ما از مترو میتونستیم کاملا بفهمیم که ازدحام مثل روزهای قبل بود و رعایت پروتکل ها به هیچ وجه اصلا امکان پذیر نیست و هیچ جایی هم تعطیل نیست، یعنی از ادارات دولتی از شرکت های خصوصی هیچ جا تعطیل نیست. این لازم بود در ابتدا خدمتتون عرض کنم. در مورد وزارت بهداشت و این اتفاقات امروزش، خب به هر حال عملکرد وزارت بهداشت، چیزی که ما داریم می‌بینیم عملکرد وزارت بهداشت و خیلی هم لازم نیستش که آدم راجبش توضیح بده، انقدر ضعیف بوده این عملکرد که کار رو الان به اینجا کشونده. استعفا من فکر می‌کنم استعفای درستی بوده، در جایی که وقتی یک نفر نمیتونه کار کنه خب طبیعیه که باید استعفا بده. البته این اختلافات بین وزیر و معاونانش خوب میتونه تا حدودی طبیعی باشه، اما به هر حال این استعفای درستی بوده به دلیل اینکه اختلاف نظر بوده. وزیر اونطوری که گفته میشه به این هاش طب سنتی و اینها میخواسته بیشتر پرداخته بشه، ولی آقای ملکزاده گویا مخالفت کرده با که با کرونا بخوان از طریق طب سنتی مقابله کنم و این فکر می‌کنم که نقطه دلیل اصلی این اختلاف نظرها بوده بینش. و اون چیزی که ما فرمودید، مردم، بله مردم هم همین نظر رو دارن اکثرا، اینه که برنامه هایی که وزارت بهداشت داشته عملا به بنبست خورده و ما همینجوری شاهد بالا رفتن آمارها هستیم در تهران به خود. ممنونم از شما هرمز شریفیان، روزنامه‌نگار از تهران.
چند خبر کوتاه. در آمریکا شرکت داروسازی فایزر میگوید برای واکسن کرونایی که به طور مشترک با شرکت آلمانی بایونتک ساخته درخواست صدور مجوز اضطراری کرده. این درخواست روز جمعه به اداره نظارت بر غذا و داروی آمریکا ارائه شده. پیش بینی شده که دولت آمریکا این واکسن رو در نیمه اول ماه دسامبر تایید نهایی بکنه. فایزر و بایونتک میگویند واکسنشان روی 94% از افراد بالای 65 سال موثر بوده. دولت اتیوپی میگوید نیروهایش در حال پیشروی در منطقه تیگرای در شمال این کشور هستند و شهر آدیگرات را از شبه نظامیان محلی پس گرفتند. همزمان مقامهای محلی تیگرای میگویند فرودگاه شهر بهیردار در شمال اتیوپی را با راکت هدف قرار دادند. از دو هفته پیش با آغاز درگیری بین دولت اتیوپی و نیروهای محلی تیگرای ده‌ها هزار نفر آواره شده و بسیاری به سودان گریختند. دیوید کامرون و تونی بلر دو نخست وزیر سابق بریتانیا به بوریس جانسون نخست وزیر کنونی این کشور درباره کاهش بودجه کمک‌های خارجی بریتانیا هشدار دادند. آقای کامرون این اقدام را یک اشتباه راهبردی توصیف کرده. دولت بریتانیا در پی شیوع کرونا تصمیم گرفته حدود 5 میلیارد دلار از کمک‌های خارجی خودش را کم بکنه. برای نخستین بار پایتخت یک کشور عرب میزبان سران 20 کشور ثروتمند جهان است، اما نشست گروه 20 امسال به دلیل شیوع کرونا آن هم برای نخستین بار از راه دور و به صورت مجازی برگزار میشه. میزبانی عربستان سعودی اعتراض‌هایی رو برانگیخته و هواداران حقوق بشر خواهان تحریم این اجلاس شده بودند. مهرداد فرهمند گزارش میده. نشستی دلسرد کننده برای سعودی ها. دو سال برای این روز برنامه‌ریزی کرده بودند. کارگروه‌های مختلف را انداخته بودند. تبلیغات کرده بودند. برنامه چیده بودند که از حضور رهبران ثروتمندترین کشورهای جهان در پایتختشان بهره‌ها ببرند. نشست سران گروه 20 تنها گردهمایی چند ساعته رهبران نیست. در نشست‌های جانبی و غیر رسمی در سر میزهای شام و نهار و هنگام قهوه خوردن در کافه‌های مجلل هتل‌ها پیوندها ساخته می‌شود و تصمیم‌های سرنوشت ساز گرفته می‌شود. اما ویروس کرونا همه اینها را به هم ریخت. سران گروه 20 به جای اینکه در ریاض با هم عکس بگیرند، عکسشان با فتوشاپ ساخته و نقشی بر دیواری گلی شد. تنها ویروس کرونا نبود که نشست سران گروه 20 را به کام سعودی‌ها بیمزه کرد. این آخرین بار است که دونالد ترامپ یار و پشتیبان عربستان در نشست حضور دارد، آن هم حضور مجازی. عربستان باید خود را برای جو بایدن آماده کند که گفته با دولت سعودی همچون بچه شرور کلاس برخورد خواهد کرد. موضوع حقوق بشر در عربستان دوباره قرار است دستمایه موضع‌گیری‌های انتقادی غربی‌ها شود. پاسخ مقام‌های سعودی به این انتقادها نیز بیشتر شبیه واکنش همتایان ایرانیشان است. همچنان چه وزیر مشاور در امور خارجه سعودی به خبرنگار بی بی سی گفت: ما اجازه نمی‌دهیم کسی برامون منبر بره و به ما دیکته کنه که چه کار کنیم و چه کار نکنیم. همانطوری که ما به مردم بریتانیا یا آمریکا یا جاهای دیگه نمیگیم چه کار بکنند و چه کار نکنند. ما هیچ وقت درباره حکمی که دادگاهی در آلمان داده قضاوت نمی کنیم. با همین منطق اجازه نمیدیم کسی درباره حکم دادگاه‌های سعودی قضاوت کنه. شب پیش از نشست سران گروه 20، دیوار موزه لوور در پاریس منقوش به چهره زنان زندانی فعال حقوق زنان در عربستان سعودی شد. مرتضی فرهمند، بی بی سی. در اسکاتلند به نظر میرسه عملکرد دولت در مقابله با همه‌گیری کووید 19 بر دیدگاه اسکاتلندی ها درباره استقلال از بریتانیا هم تاثیر گذاشته. اونها 6 سال پیش در رفراندومی به ماندن در بریتانیا رای دادن، اما حالا نظرسنجی ها نشون میدن که نظر بیشتر مردم تغییر کرده. سارا اسمیت نگاهی کرده به عواملی که باعث این تغییر شده. همه‌گیری کرونا تمرین ساز را هم به فضای باز کشانده.
جان نوازنده است، اما از 17 سالگی به سیاست علاقه‌مند شده. اولین رأیش را هم سال 2014 در همه پرسی استقلال اسکاتلند به صندوق انداخت. در آن زمان به ماندن اسکاتلند در بریتانیا رأی داد، اما امروز نظرش عوض شده. خب 6 سال پیش رأی نه به صندوق انداختی. چی شد که نظرت عوض شد؟ به دلایل مختلف مثل برگزیت که شهروندی اروپا را ازم گرفت و نحوه مقابله با شیوع کرونا. قلعه باستانی ماگدا که از وقتی اسکاتلند کشوری مستقل بود همینجا ایستاده و حالا هم منتظر است تا چه پیش آید. آخر پاییز است و اسکاتلند سرد. این دو دوست اما تمام سال در آبهای آزاد شنا می کنند. این یعنی آدمهای مصممی هستند. اما تصمیمی که 6 سال پیش درباره استقلال اسکاتلند گرفتند عوض شده. 6 سال پیش من به ماندن در بریتانیا رأی دادم. الان چه رأی میدم؟ اگه همین روزا دوباره رفراندوم برگزار بشه نمیدونم چه رأی بدم. فکر کنم به هر دو طرف تمایل داشته باشم. اما همین حالا بحث برگزیته. من هیچ علاقه‌ای به برگزیت ندارم. بحث برگزیت این روزها در اسکاتلند خیلی مهم است، اما همه چیز تحت شعاع ویروس کرونا قرار گرفته. این همان چیزی است که رأی شیلا را از آری به نه تغییر داد. با وجود اینکه باور دارد دولت اسکاتلند عملکرد خوبی داشته، ولی نگران ضررهای کووید 19 است. اونا این باور رو در من ایجاد کردن که میتونن هر مصیبت یا حادثه ناگواری رو مدیریت کنند. فکر میکنی اگه اسکاتلند مستقل بشه میتونه وضع بهتری داشته باشه؟ نه الزاماً. فکر میکنم کووید اونقدر بزرگه که باید همه با هم باشیم. نگرانی که اسکاتلند نتونه خودش رو اداره کنه؟ فکر میکنم که باید دوباره ارزیابیش کنیم. بله. از زمانی که اسکاتلندی ها نظرشان را درباره استقلال به صندوق انداختند فقط 6 سال می‌گذرد، اما تغییرات زیادی رخ داده و نظر رای دهندگان و شاید جهتگیری های سیاسیشان تغییر کرده باشد. سارا سمیت، BBC نیوز، استرلینگشایر. اگر معنی جون سالم به در بردن رو میخواید بدونید، این ویدئویی رو که به دست ما رسیده باید ببینید. از شهر ولادیوستوک روسیه، جایی است که طوفان و یخبندان هزاران نفر رو زمینگیر کرده و بدون برق گذاشته، اما یه نفر از بخت خودش واقعا راضی بوده. این مرد با که با کاپشن قرمز میبینید مشغول پاک کردن برف روی ماشینش بود که از بالای سر بلوک سیمانی بزرگی از ساختمون جدا شد و افتاد. خوشبختانه او آسیبی ندیده، اما خب ماشینش یه خورده باید بره دیگه. بعید میدونم حتی بیمه هم حاضر باشه پول اون رو پرداخت بکنه. ممنون از همراهیتون. تا دقایقی دیگه با خلاصه خبرهاش.